بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين چشمان ما دیده براهم بشنو دعاهم یا حجت ابن الاسکری رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. بحثی رو پیرامون خمس شروع کردیم و یک جلسه رو در معنای غنیمت، واژه‌ای که خمس به اون برگشت میکنه و در مورد اون در قرآن کریم سوره مبارکه انفال آیه‌ای که تلاوت کردیم، در این آیه شریفه واژه‌ی خمس در ارتباط با غنیمت به کار میره. در معنای غنیمت مفصلاً و مقصود از لغت و تفسیر مخصوصاً از مخالفین خمس در شعار مقدس اسلام که عرض کردیم که و
برادران اهل تسنن هستند در این زمینه صحبت کردیم از کتب خود این عزیزان. در پایان جلسه اول این سوال رو مطرح کردیم که با همه این موارد و مسائلی که پیرامون خمس در کتب اسلامی و شیعی و سنی موجود هست و در خود قرآن کریم آیه‌ای که هست، چرا برادران اهل تسنن استنکاف می‌ورزند از مسئله خمس، حالا پرداخت خمس یا قبول کردن خمس، و چرا اصرار دارن بر این که ما تنها باید زکات رو بپردازیم و چیزی به این معنا که در مذهب شیعه موجود هست راجع به مسئله به نام خمس در واقع وجود ندارد. در پایان عرایضی که در جلسه گذشته داشتیم پیرامون این سوال هم پاسخ دادیم. جمله زیبا و جالبی رو هم
Thank you.
Thank you.
که خطاب به پیغمبر میفهمد لعم رو کرد پیغمبرم به جون تو سوگن اون چقدر آدم باید عزیز باشه که خداوند با اون شهر Thank you.